Delle tutangue, delle man, ma se tutangue, delle man, ma se tutangue, chaboye, fasle bahore, corrupti, yele mi garore, alla che, delle tutangue, delle man, ma se tutangue. خب با درود فراوان به ایرانی های و هموطنان عزیزم داخل ایران و خارج از ایران. عرضم به حضورتون که دیروز من اشتباهی گفتم فراخانه که گذاشتم دیگه، بیستم، 21، 22 در خانه، در مردم داخل ایران در خانه میمانند، عقب خریداشون رو کردم، بنزیناشون رو زدم و پولی جا به جا نمیشه و همه در خانه میمانند. علتش هم اینه که در خانه ماندن اینه که چون مثلا یه موقع کسی نیاد بیرون جمهوری اسلامی سوء استفاده کنه و بگه که مردم اومدن برای چی اسمش دهه زجر. موافقم با ما، چجوری بهتون بگم، یعنی فیلم بگیرم بدن تو بیرون بگم بله مردم ایران موافقم با ما، اینجور حرفا. و حالا ایرانی های خارج از کشور مسئولیتشون اینه که روز شنبه 22 بهمن دهه زجر خمینی ملعون اومد و ایران ما گروگان اسلام شد و تسلیم ایران ما را تسلیم اسلام کردن و مردم خارج نشین وظیفه دارن که برن جلوی سفارت های هر کشوری که هستن اونجا تجمع کنن و مرگ بر خامنه ای و مرگ بر دیکتاتور بگن. و این شد فراخوان 20، 21، 22 ایرانی با غیرت. حمایت حمایت حمایت. خب ارزم به حضورتون که امروز جسم ناقصی آیت الله اعدام خامنه ای بیشه گفته که بزرگترین افتخار زمان شاه، همون خود شاه، این بوده که مردم ایران رو به طریقه ارتش سرکوب میکرده شاه. و یکی نیست به این مرد که اوزگل و الدنگ میگرد که سرکوب میکرد، اگه میکش که الان بودش. و اینجا شما چه غلطی میکنید تو ایران؟ اصلا یه حرفایی میزنه که اصلا با عقل جور در نمیاد. مثلا من نه مغز که ندارن، عقل که ندارن و یه سری احمقم میدم میشینم پای صحبت های اینو، حتی این منطقی هم که نمیتونه صحبت کنه. آقا بعد به من میگن تو سواد نداری، اون رهبر جاکشتون که اصلا حرف زدن هم بلد نیست. اگه دیکتاتور بود اون رحم کرد، نه کش رفت. الان اونایی که اون زمان بودن و شورشی های 57 رفتن و خیلی هاشون به اشتباهشون پی بردن داخل ایران و گفتم ما اشتباه کردیم، انقلاب کردیم، و یه سری هاشون که اصلا دوباره اومدن این ور هنوز هم که هنوز هم میگن نه اینا چه حرومزادایین، اگر دوباره شاه بشه یا مردان نه به داره نه به باره، فعلا که جمهوری سالی هست اسم شاه میخوان تخریبش کنن یا نمیدونم اسمش میاد دل درد میگیرن، نمیخوان مردم ایران خودشون تصمیم بگیرن، هستن اینجا یا اینا رو هستن از آخوند جاکشتر اینا. حالا آخوند میگه آقا ما انقلاب کردیم هستیم میتونی پاش انقلاب کن، ولی اینا اومدن واقعا خیانت کردن به ایران و هنوز هم که هنوز سر حرفشون هستن میگن نه ما هیچ اشتباهی نکردیم، واقعا اینا ظلم کردن به ایران. یه دونه این آخه من نمیدونم، بعد حتما من باید اینجا بیام کراوات بزنم یا مثلا کت شلوار بپوشم بیام صحبت کنم دیگه. آقا کسی که مخالف جمهوری اسلامی مخالفه دیگه، حالا به سواد و نمیدونم چه پارکبان باشه، همون رفتگر، چه دکتر باشه، چه مهندس، مخالف مخالفه. کسی که تو ایران داره زندگی میکنه از این حکومت ناراضیه، از این وضعیت که براش پیش اومده ناراضیه. این نه ربطی به سن، منم یه نمونه ایرانی هستم که ناراضیه. من نباید تو سن 30 سالگی میومدم توی غربت به اجبار زبان آلمانی یاد میگرفتم یا به قول معروف دور از خانواده دور از وطن بودم. به منم خب فشار اومده، به منم خب منم وقتی اومدم توی نرسه و حالا نه اندازه مردم ایران اینجا به قول معروف مثل ایران نیست تو فشار باشه، ولی خلیلا تو غربت وقتی به من یه پاسپورتی دادم، ولی خب ایرانم از دست دادم وقتی صحبت، حالا اینا رو بارها گفتم. و هر کی که مخالف با جمهوری اسلامی دیگه نه سوادی میخواد نه علم سیاسی. یه سری یه جور میگن سیاسی ما نیستیم، تو کف خیابون میزنن جوانامونو میکشن، ما سیاسی نیستیم، حق تو میدن به تروریست، ما سیاسی نیستیم، نمیدونم شکنجه میکنن، ما سیاسی نیستیم. یعنی سکوت کردن و ماله میکشن و دارن خیانت به خودشون اول میکنم، یا ما سیاسی نیستیم. میگه سیاسی باید حتما شاه خودم داشته باشه، سیاسی حتما باید کت شلوار بپوشه یا یه کتابخونه پشتش باشه. یعنی چی؟ وقتی داره به ظلم میشه، کشورتو گروگان گرفته و کشوری که
کلی ثروت داره، نفت، گاز. مردم ایران چی میگن؟ ششمین هفتم کشوریه که واقعا منابع غنی داره دیگه. چی میگن؟ حفظ قلم من زیاد نمیتونم صحبت کنم. خیلی ثروت داره، معدنهای طلا، همون نفت و گاز داره که هیچ کشوری نداره. هفتمین کشور سرمایه‌دار و ثروتمند دنیاست ولی مردمش فقیرترین مردم ایران هم. خیلی هستن فیلم ها اکسا میان، زن ها حتی تو سطل آشغال دارن روزیشون رو پیدا میکنن. خیلی هستن سال یه بار رنگ گوشت رو نمیبینن. خیلی هستن دخترها لنگ جهیزیه شونن، پسرها پول ندارن ازدواج کنن، کار ندارن، امنیت شغلی ندارن، هیچی. ولی کسایی که رفتن طرفدار جمهوری اسلامی شدن و خودشون رو فروختن به کیکوس، مثل ساندیسکولا، مثل بسیجی ها، دیدید که نمونش هم دیروز اعلام کردن که قبض آب و برق و نباید بدی. و وقتی طرف جمهوری اسلامی باشی یه سری مزایام بهت میدن. اینه یه جور میام میگم ما سیاسی نیستیم، انگار تو اون کشور زندگی نمیکنه، انگار مثلا ظلمی که بهش شده رو نمیبینه، انگار مثلا اینا اصلا نمیدونم این واژه رو یه جور به کار میبرن، انگار مثلا تو اون کشور زندگی نمیکنن، انگار مثلا گوشت کیلو 350,000 تومان نمیخره، تریلی تریلی نمیدونم برای اربعین، برای عاشورا، برای تاسوعا، برای عراق کلی مواد غذایی میده. خودشون میگن چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. دیگه سیاسی بودم من نمیدونم یه سری ها من اینجا هم دیدیم ها. من داشت باشت کنم من سیاسی نیستم یعنیش، پس چرا اومده تو این کشور و سیاسی نه؟ حالا دمشون گرم، یه سری ها میان با ما اومدیم اینجا یه لقمه نون پول بدیم به خانواده همون. خیلی کم پیش میاد اینجوری بگن، البته همه گندگو زن، همه 70% 80% همشون تو 88 بودن، همه شلاق خوردن، همه تیر خوردن. من نه تیری خوردم نه به قول معروف شکنجه شدم نه چیزی، ولی شب و روز دارم کلیپ میگم، میگم گیرم تو کوزه زن قامله. خلاصه بازم میگم تحت تعقیب جمهوری اسلامی هستم، برام مهم نیست. آی نمیدونم برای سرم جایزه گذاشت، یک تب بعد من خبر ندارم. هر روز یوتیوب برید ببینید یا تو دایرکت من برید ببینید، همش تهدیده، همش تهدید، همش تهدید، میکشیم تو آی فلان این کوسه شعرا دیگه. انقدر یعنی حرف ها ماسیم ما سهر شدم دیگه، برام مهم نیست. خب رفتیم سال هشتم، پس نگو سیاسی نیستم، پس هموطن ایرانی با غیرت، حمایت، حمایت. 20 و 21 و 22 دیگه تو خونه نشستنه دیگه، نیست آی کف خیابون بگی آی من بیام تیر بخورم، من چرا بیام؟ برای خودت داری میری، برای کسی دیگه داری نمیری، برای خودت داری تصمیم میگیری، نه برای من میری، نه برای شاهزاده میری، برای هیچ اپوزیون نمیری. چون اینا که خارج از کشورن چرا قلبشون برای ایران میتپه؟ مثلا خود من بیام مثلا توی ایران خانوادهمو ببینم، خب مگه بده بیام یه دوری بزنم بچه محلهمو ببینم، وطنمو ببینم، مگه بده؟ ولی شد چه بهتر، نشد همونجوری که 8 سال و 9 سال تو غربتیم بقیه‌اش هم میگذره. ولی اصل بدبختی زجر رو خودت داری میکشی، برای کسی نمیری. آی یه سری قبلا میمدن آی پاشو بیا ایران و فلان، البته اینو سایبری و بسیجی هم گفتن تو چیکار، تو داری تو اونجا زندگی میکنی، البته آدم عادی نمیگفتن تو باید برای خودت یک کمک، ما وظیفه‌مون اینه، ما باید شما تشکر کنید از ایرانیای خارج از کشور، واقعا باید تشکر کنید. خیلی ها کار و زندگیشون رو ول کردن، 4 ماه اینجا بیخیال نمیشن جلوی سفارتخونه، واقعا باید بیاد از ایرانیا اینجا هستن. کشورهای دیگه خیلی کشورها اومدن اینجا، همشون هم آسیب دیدن، همشون کشورهاشون اشغال شده یا جنگ، هیچ کدوم نه جلوی سفارتی میدن نه اعتراضی میدن، نه اندازه ایرانی اصلا شاید هم باشن ولی اصلا اندازه ایرانی ها اینجور وطن پرست نیستن. و البته این زرا رو بسیجی ها و نمیدونم سایبری ها میان میزنن، واقعا ایرانی های خارج از کشور مثلا اروپا همه جا سنگ تموم گذاشتن. طرف دیگه ترکیه است، هیچ اقامتی هم نداره. من بارها فیلم دیدم ازش در اومده ترکیه با ایران یه وضعیت راه، برش گردونم برش نگردونم، میره میگه چی، واقعا شهامت میخواد، میگه چی؟ مکبر خامنه ای، مکبر دیکتاتور، اصلا نمیدونه اقامت بهش بدن ندن. اصلا فردا ترکیه هم که الان دیدی زلزله اومد اصلا بیاد بگه آقا تمام خارجی عتبات خارجی نمیدونم اون مهاجرا فلان برگردن. ولی با این حال همه چیزو به جونش خریده، میاد میگه چی؟ و شما تشکر کن، انصافا دارم میام خدایش، حالا من خود از خودم من هیچ، من که الان 6 7 ساله هستم
ولی یه سری بی‌معرفتی میکنن، نمیدونم میان یه حرفی میزنن داده. البته میگم دیگه اینا گوخوری ها رو بسیج میکنن، ایرانی که واقعا قدر میخواد ایرانی رو بدونه میدونه. بس ایرانی با غیرت، حمایت حمایت. حالا خورد به زمستون یکم شورت شد، ولی بچه ها یه سوی بهتون بگم، اول آخر روزی میشه اینو من ببین واقعا حالا باید یه کلیپ به یه دقیقه درست کنم بذارم، روزی میشه تمام ایرانی ها بیان کف خیابون به اون سرکوبگره، به اون نیروی افتضایی، به اون طرفدارای جسم ناقصی بسیجیه، بگه بزن دیگه چیزی ندارم از دست بدم، برام مهم نیست، یا مرگ یا زندگی. اون روز رو خواهید دید، اون روز رو من بهتون قول میدم، اول آخر باید از جمهوری اسلامی بگذرید. حالا یه سریا دارم امروز فردا میکنم، ولی اون روزه میاد که همه خودجوش، اصلا احتیاجی به فراخوان نیست، احتیاجی به هیچی نیست، طرف میاد میگه برو پست کشتی، من چیزی برای از دست دادم ندارم. اون روزو ببینید، من حالا شایدم نبینم، من مرده شما زنده. ببینید من کی گفتم، می نویسم امضا می کنم، اون اتفاق قشنگه خواهد افتاد. یعنی روزی بشه که یعنی ببین آخوندا وجود نکنن، از خونه بیرون بیان. من بعضی موقع مثلا حالا ببین من حال بدی ها هیچ موقع نمیارم جلوی دوربین، حالا حالم بده آقا بده، مردم و ایران چرا حال بدی تو رو باید ببینن؟ من همیشه با روحیه با انرژی اومدم، گفتم یه موقع این بیناموس این بسیجی ها این آخوندا سوء استفاده نکنن و یه موقع به قول معرف تو چونشون عروسی نشه. من همیشه حالم بد بوده، گریه هم پشت دوربین، بالاخره انسانم دیگه، حال بدیام چهل چهل یه سالم شد تو قرار، بالاخره هر چی بوده گذاشتم کنار و با روحیه اومدم جلوی دوربین. نباده هموطن من یه خورده احساس کنه که مثلا جمهوری اسلامی موندگاره یا فلانه. ما همیشه با روحیه اومدم وظیفه‌مه. این اتفاق خواهد افتاد. یعنی کی بهتون میگن؟ خیلی ها میان بیان آدی این مطالبی که میگی مینویسی یا مرور میکنی؟ نه باور کن، من اول همزی گوشت رو روشن میکنم صحبت میکنم، هر چیزی تو دل کلمه میان صحبت میکنم، آی بیام مرورش کنم تو لایو، آی بیام نمیدونم چک نویس و قلمه، همینم دیگه. به قول معروف نه به یکی بدهکارم، نه یکی طلبکارم، به عنوان یه ایرانی عاشق وطنم هم. میام بدبختی مردم ایران میگم. حالا اما کیا خوششون نمیاد؟ هر مذهبی ها بارها گفتم، بسیجی ها یا آخوند ها، اصلا ایش استرس نم، طلب خواب بیاد چلو دور بیم اینو بگم اونو نگم، نه حرف حقیقت دیگه. حالا فوشم بعضی موقع لازم میدونیم، میگیم واقعا فوش لایق این جمهوری اسلامیه. دیگه 6-7 ساله داریم میام درد و بدبختی مردم داریم صحبت میکنیم، دیگه بقول معروف هر چیز ذهن اون بیاد چیه که من برم اینو بنویسم اینو بگم اونو نگم؟ حتما باید کت شلوار بپوشیم، حتما باید کراوات بزنیم. و خیلی هم اصلا خودشو خیلی یارو میگه، طرف میگه عادی خدای دمت گرم میگه کله صحبت میکنی، نه مکسی نه چیزی نه فلانی، نه من همینی که بدبخت رو بدبختی کشیدم، درست سالا پایین جنوب تهران به دنیا اومدم، یه خانواده ضعیف متوسط، الان متوسط شب باشیم، 8 سال توی اینجا هستم، یه جوراب برای خانوادم نزدم. طرف برای من پیام داد، من حالا گفتنش درستی به من کمک میکنی فلان، میگم من خزانه دارم، من بانگم، برو حق تو اونی که این همه تو ایران خیر است یا این کسی که حق تو خورده بگیدی، من چرا باید بیام به تو کمک کنم؟ من زرنگ باشم یه کمکی به خانوادم میکنم. یه سری یه توقعی دارن. دوره یه کامنتی من دیروز خوندم که درسته ما میشینیم تو خونه همون فلان اینا، خرج اونه یکی بیاره بده، البته اونم سایبری بود، یکی دوتا نیست، یکی بیا خرج شما رو بده، یعنی چی داریم مگه همچین چیزی؟ هر کی زرنگ باشه الان اونایی که توی خارج از کشورن دارن کمک میکنن به خانواده هاشون. 70% ایرانیایی که اینجا از 2015 من یادمه، یعنی 8 سال پیش اومدن، همه دارن کمک میکنن به خانواده هاشون، زرنگ باشن جوابگوی خانواده خودشون باشن. من آره پولمونو بدم فلان اینا، طلبکاری مگه؟ تو خودت باید هم یه تشکر کنی که اونی که چی رفته اونور قید تفریش و اشغالش رو زده، همه چیز میتونه بره دنبال پی زنده. طرف میاد ترکیه، دوری تو ترکیه میمونه، اولین کاری که میکنه پرچم ترکیه رو میزنه تو پیجش. با ما پاسپورت این کشور رو داریم، تا حالا نه پرچم اتریشی زدیم نه چیزی. قرار نمیشه که یه توقعی اصلا
یه چیزایی میگن اصلا با عقل در نمیاد. یعنی چی؟ اینجا همه ایرانی ها بیام خرج تمام مغازه‌دارای ایران رو با 3 روز نه کسی همین برم گیتی چی نداریم، من کشتگی داریم میبینیم. خب با 3 روز چه اتفاقی پیش میفته؟ طرف میاد می آقا 11 ماه من بازار ندارم. خب اصلا دروغ هم زیاد میگن یه سری ها. من دارم از کشتگی، خب 3 روز مغازه‌تو ببند. نه داداش قسط دارم فلان دارم. یعنی با این 3 روز با کدوم حرفتون من قبول کنم؟ حرف زیاده. بعد طرف اومده من میگه اگه خب بهش میگه به من میگه که کمک کن، میگم خب من خودم زرنگ باشم خانواده هم فلان اینا، من که سر کار نمیرم فلان، دارم زبان کیری آلمانی رو یاد میگیرم. پس چرا میگی وطن پرستی؟ حرفو نگاه. پیار سال یکی بود به من گفتش که توی بچه مشهدم بود، آره گفت من دستم قطع شده بعد اینجوری زیر دستگاه فلان ها تابلو بود، حالا ترک تخریب مواد خورده. گفتم بابا عشق فلانه، تماسکاری کردیم یکی تو ایران منو دنبال میکرد، اونم ملعول بود. گفت همین الان شمارهشو میدم به یکی. آقا شمارهشو دادیم، طرف پی زنگ میزنه میگه کجایی، ما خودمون پست کنیم واسه دست مصنوعی بیاد. بعد طرف زنگ زده به من چی بگی خوبه؟ نه اون دسته چینیه من نمیخوام، پولش رو به من بدن من برم خودم بگیرم. ای گفتم دیگه بیا برو تو چونم دیگه، تو از این برم که دستم قطع نمیبر. بعد دارم خوبشو میخوام، انگلیسی چیزشو آمریکاییشو میخوام. گفتم خب پست کش تو که هم اینجوری هم یه سری هم اصلا واقعا من نمیدونم یه چیزایی توقعی. ما من خودم اینجا من بارها گفتم 6 سال چونم پاره شد اینجا، لباس کنه اتریشی ها رو پوشتم، شورت چی بود میرفتم شورت اتریشی رو میگرفتم. موقع که پناهنده فلان پناهنده تو کمپ بودیم، طرف بود چونه تخطره اینجا اینم غذا. یه سال دو سال 5 سال، حالا 2 سال هم خورد به کرونا پرونده همون، حالا برات رسیدگی میکنم. 6 سال با بدبختی زندگی کردیم بالای کو فلان اینا. آقا مهاجرت دیگه، طلبکار نیستیم که. یارو آقا جان میتونی برگرد، مهاجر زیاد اومده اون جاره میتونیم بهت بدیم، نمیتونی برگرد برو کش، مگه نمیگه جونت در خطره؟ حالا واستادیم بعد 5-6 سال یه نمه تا سرکار داری وضع خوب نشه از اون وضعیت بهتره. پس ایرانی با غیرت، اگر هم کاری میخوای کنی، حرکتی هم میخوای کنی، برای خودت داری انجام میدی، برای کسی هیچ منتی نیست، هیچ منتی نیست، برای خودت. یه پیامی ما خوندیم حقیقتش بذار بگم بهتره. بعد گفت میدونی چرا ما سمت آذر ترکا بلند نشدیم؟ گفتم چرا؟ دلیلش چی؟ آره چند سال پیش به ما توهین شد تو صدا سیما، فارسا سکوت کردن. گفتم این چه حرفیه؟ مگر جمهوری اسلامی به تو توهین نکرده؟ به هممون توهین کرده. آخونده میاد بالا میگه ایرانیا نمیدونم چیزن، نفهم من نمیدونم نمک به حروم هم قدر خامنه رو نمیدونم، به همه اون تو اون که تو باید پاشی حق برای کسی مگه داره بلند میشه؟ مگه برای فارس؟ اصلا این چیزها رو باید بذاریم کنار. گفتم اصلا حرفت جای دیگه نزن، نفت اصلا اصل قصه شعر بود، چه عقده ای داری تو؟ من چه ربطی داره؟ داره به خود تو داره ظلم میشه، حق تو جمهوری اسلامی خورده. حالا نشستی به من چه؟ چرا اون موقع یعنی چی؟ این حرفا رو بذارید کنار، کس شعرها رو بذارید کنار. خود جمهوری اسلامی میاد جوک میسازه بین مثلا اقلیت ها، برای لورا، برای کردها، برای فارس، برای همه جوک میسازه، میریزه تو مجازی، همجه تفرقه میندازه. حالا تو دنبال اینی نشستی چند سال پیش به تو توهین شد؟ اصلا این منطقی این حرف؟ مگه برای کسی داری بلند میشی؟ تو داری چونت پاره میشه، تو رو حقت و خامنه ای خورده، دشمن مشترک همه ما خامنه ایه. بعد فردای آزادی اون موقع آقا جان رأی، رفراندوم رأی میدی آقا جان، هر کی بود دوست داشتی رأی میدی، تمام شد و رفت دیگه. خب الان نه به هم دیگه بی‌احترامی کنیم، نه یقه هم دیگه رو بگیریم، الان دشمن مشترک با خامنه ای، بعد این کسکشو بریزیم بیرون. و هر کی هم بیاد بهتر اینجا کشاست، یعنی هر کی بیاد، یعنی هر کی بیاد، یعنی ببین بهتر از این بی‌ناموساست. ولی متاسفانه ما تو همه اروپا هم میبینیم، مثلا توی خیابون، مثلا ما میبینیم توی بارها گفتم بازم لازم دونستم بگم، مثلا دوباره تو روز 22 بهمن 10 تا همایش گذاشتن توی این شهری که این هم است. خب چرا همه با هم نمیشید بیایتم؟ چرا؟ چون مثلا اونو که برگزار کرده میخواد مثلا عشق و اینو داره بلنگونو بگیره دستش، یه پوزی بده، یه مثلا ارزنده میکنه،
ده نفر درست جمع شن، اون بگه اینا بگن، مثلا بگیره اون اونو خراب کنه، این اینو تخریب کنه، بابا بیاد همه با هم بشید. چرا باید توشه بعد همشون انتظار؟ من اینا رو نباید بگم پشت بعضی موقع مثلا چهار تا بسیجی کونی هم چی پررو میشه و جمهوری اسلامی هم ور میداره اینا رو، تو داری زحمت میکشی، دلت داره برای ایران میسوزه، ولی خرابش نکن. چرا نمیاد همه با هم بشید؟ بعد جمهوری اسلامی بی‌ناموس هم میاد همون فیلم رو میگیره، نگاه کنید اینا تعزیه طلب، یا طرف میاد مثلا 5000 نفر ما شده رفته مثلا طرف اومده، یه نفر آدم نمیدونه یه پرچم تعزیه طلب، خب چرا اون پرچم رو گرفتی دستت؟ خب همون جمهوری اسلامی نشون میده ببینید اینا هیچی نشده، نه به داره نه به باره، جنگ پرچم دارن، جنگ نمیدونم اپوزیسیون دارن، جنگ حزب دارن، این بدبختی هم هست. ولی در صورتی که اصل کارو مردم ایران انجام میدن، واقعا اتحادی که توی ایران من 3-4 ماه پیش دیدم واقعا هیچ جا اصلا بی سابقه بود. ولی متاسفانه داریم همچین منم و نمیدونم خیلی ادعای نمیدونم غرور و چیز بدیه، متاسفانه دارن خیلی ها دیگه. ما هر چقدر گفتم من خیلی زورم و زدم، ولی این طرف غرور اجازه نمیده، غرور خیلی بده. خب مگه میشه توی خیابون 10 تا تجمع اون روبروی هم دیگه با همه بیا با هم بشه خیلی شکیل خوشگل مشتی، هم خواری میشه به چشم جمهوری اسلامی دیگه؟ سرتون بیشتر از این درد نمیارم بچه ها. پس شد فراخوان 20 21 22 علی آقا کریمی هم گذاشته، فکر کنم شاهزاده هم گذاشت، مردم داخل ایران 3 روز اعتصاب تو خونه بشینن و ایرانی های خارج از کشور هر جا هستن برن جلوی سر، هر کی که میتونه دیگه. فکر کنم شنبه هم هست، خیلی تا زور سر کارن تو اروپا، ولی من تعطیلات من سعی میکنم برم. خیلی سرده، خیلی سرده اروپا. من بازم میگم دیدم زن حامله اومده، طرف با کالاسکه با بچهش اومده، پیرمرد اومده، ولی بازم میگم همه اینا فقط امثال من، اینایی که خارج از ایران هم میتونن فقط صدای شما باشن. اصل کار اون حرکت قشنگر و اون چی میگن تیر خلاصی رو شما میزنید به جمهوری اسلامی. تمام شد رفت، من دیگه حرفی ندارم، نه این وری نه اون وری، عدس پلو با ماستش، باقالی پلو با گردن، هم اسلام هم قرآن هر دو فدای ایران دیگه، خودتون میدونید دیگه. درود به شرف کسی که گول آخونده دیگه نمیخوره، درود به شرف کسی که آگاه شد. آیه نمیدونم بسیجی های مصبندقی بیناموس آخونده بهشون وعده بهش میدن، آیه نمیدونم برو بزن بکش، اینا دشمنان اسلام هن. اصلا کسی با ریختن خون کسی یا کشتن آدم دیگه بهش نرفته، من شاشیدم تو اون بهشتی که تو رو میخوان را بدن، تو یه قاتل و جانی رو. اینا مغز ندارن. بعد آخونده هم که اینا رو زیرتانگی کردن به اینا پول و فلان، یه نمونهش هم دیدید قبض آب و برق و تلفن رو ندید چون رفتید مردم رو سرکوب کردید. بعد پر رو یه فیلمی ساختن، من بعضی موقع خب میشینه قربت نگاه میکنیم بیا بیکاری حسلمون سر نره. همین فرخ نجادشی اون که اومد اینور، حالا ساخته، حالا کاری با چیز بازیگر میگم بازیگرشون بوده، مثلا داعش و فلان و بابا شما چه من نمیدونم چه رویی دارم. بابا اونا هم مسلمون هم، شما هم مسلمون هستی، اونا هم قرآن رو قبول دارن، اونا هم به قرآنشون توهین کنی میکشن، شما هم میکشید، اونا هم به پیامبر بگی یا بالا چش دبرو، اونا هم از اسلامشون بخوای ایراد بگیری میکشن، شما هم میکشید. چه رویی دارن این فیلم رو بازی میکنن و سریالا رو؟ بعد یه مش مصمندقی یه مشم آره بابا اینا برن داعش میاد قارمادرمون رو میگاهه فلان اینا چون اونو پاره میکنه. بابا یه اصلا فرقی نمیکنه، جفتشون هم اسلامن دیگه، جمهوری اسلامی هم داره آدم میکشه، اونم اصلا فرقی ندارن، اینا منتهی شیعه ان، اوناسون جفتشون یکیه. حالا اصل اسلام همون سنی شیعه است من در آوردیه، ولی جفتشون هم تعصب محمد و الله و قرآن رو میکشن. و یه چیز دیگه من تو کامنت ها دیدم، خدا بگم چی کارشون کنه، خدا
ازشون نگذره. خدا بعد طرف میاد میداشت تو، یعنی خدا رو قبول نداری؟ آقا تو خدا رو قبول داری، الان خدا برای تو چی کار میتونه کنه؟ الان خدا چی کار میتونه؟ حق تو رو میتونه از جمهوری اسلامی بگیره؟ این همه مادر دارن نفرین میکنن به خدا، میگن آقا خامنه ای رو این برکن اون برکن. آیا خدا کاری کرد؟ اگر خدا خوب میتونست کاری کنه، تو این 44-45 ساله نسل جمهوری اسلامی رو منقرض میکرد دیگه. بعد طرف میاد میگه یعنی چی؟ یعنی تو خدا رو؟ آقا اصلا تو داری، منم دارم. خب الان احتیاجش داریم، چرا نمیتونه کاری کنه؟ حالا گیریم آقا زلزله میخواد بیا کل ایران با خاک یکسان شه، چرا خدا نمیتونه کاری کنه؟ آقا یکم بیایم. خب آقا حق گرفتنی سر صحبت من اینه، نمیخوام کف بگم های فلان بگم تو بگی هادی داره دیگه با خدام نه. خب الان همین الان خدا میتونه به داد ما برسه؟ خدا میتونه به پرجلوی تیر وایسه؟ خدا میتونه بیاد این مامورای سرکوبگر رو سرکوب خودش مثلا بین ببره؟ خب نمیتونه دیگه. بس هی خدا خدا بسپر به خدا بسپر، و خدا نمیتونه، حق گرفتنی نمیتونه. آقا خدا اگه میتونست برای تو کاری کنه تا الان کرده بود. باز یه سری ها نه داداش خب بابا هست، آقا چرا نمیتونه کاری کنه؟ یا آقا نگو خدا خدا، مثل اینون آقا تو برو لنگاتو بده و صبح تا شب بخور بخواب. نه خدا جوابشون میده، بس دیگه بابا یکم به خودتون بیاد دیگه. خدا جا خدا چونشونه، خدا جای حق نشسته. و اگه خدا جای حق نشسته بود که الان خامنه ای ناموسش بکاییده میشد، اگه خدا جای حق نشسته بود که الان جوانامون علکی ادام نمیکرد، اگه خدا جای حق نشسته بود که این همه بدبختی نداشتیم، اگه خدا جای حق بود که به دخترامون توی زندان تجاوز نمیشد، اگه خدا جای حق نشسته بود که بازم بگم وضعیت ایران ما اینجوری نبود، اگه خدا جای حق اصلا یه چیزایی میگید اینا رو بریزید دور. اینا رو اصلا حق گرفتنیه، باید پاشی خودت پاشته پاتو بکشی بالا بر خود تصمیم بگیری. من عامیانه دارم صحبت میکنم، مشتی هستید درود به شرفتون. نه این وری نه اون وری، عدس پلو با ماستش خامنه‌ای خامنه‌ای دیگر است، این یکی از اون یکی قاتل تر است. حالا فوش ندیم، حالا بگن عادی. بس من بلدم قشنگم صحبت کنم، بلدم بدون فوشم. بعضی موقع ها لازمه یه تلنگر. آخه یه طرف هم نیستی، نه همین الان تو لایو من حواسم نبود، میان فوش میدن و میرن. سایبری ها و بسیجی ها کارشون همینه، یا تفرقه بندازن و برن، تفرقه بنده حکومت کن. دوستتون دارم، پاینده باد خانواده ایران ساز پهلوی. امیدوارم مردم ایران اون چی که به حقشونه برسن. حق هیچ ایرانی نیست بخواد مهاجرت کنه یا بخواد توی ایران با خفت خالی زندگی کنه، چون ایران ما همه چی داره، منتها صاحب نداره. ایران ما دست صاحبش بیفته و آباد بشه. دوستتون دارم، بارک.